خود آرش علایی از کنگره آمریکا و سمیرا قرایی از وزارت خارجه با ما هستن. با آرش شروع میکنم. آرش، 11 روز پیش بود که همینجا در همین برنامه خبر تحقیقات در مورد آقای مالی رو اعلام کردیم. حالا به نظر میرسه که ابعاد این تحقیقات خیلی گسترده تره. امروز روز خیلی شلوغی بود فردا در کنگره آمریکا و هم خبرنگاران زیادی بودن، هم سناتورهای پشت سر هم از کمیته به کمیته می‌رفتن. آقای سناتور ریک اسکات رو من در حالی که می‌دوید با بادیگارداش بره به یک کمیته‌ای پیدا کردم، چند دقیقه کنارشون داشتم حرف می‌زدم. به محض اینکه تو سوالم رسیدم به کلمه رابرت مالی، ایشون اصلا اجازه نداد سوال من تموم بشه و این جواب‌ها رو داد و بعد هم پشت سر هم گفتش که در طول مدت چند هفته اخیر در منطقه خاورمیانه بوده، تمام کشورهای منطقه راجع به شرارت‌های جمهوری اسلامی صحبت می‌کردن، به اتحادیه اروپا رفته اونجا راجع به شرارت‌های جمهوری اسلامی صحبت می‌کردن، راجع به این حرف زد که موقعی که در بحرین بوده اون اتفاقی که ما چند روز پیش گزارش دادیم بین یک کشتی نفتکش و یکی از ناوهای ایرانی یا ناوچه‌های ارتش جمهوری اسلامی که شلیک کرده بود به سمت اون نفتکش اتفاق افتاده بود و گفت در تمام این مدت ما می‌بینیم که وزارت خارجه در واقع سناتورهای آمریکایی رو به طور عملی در تاریکی نگه داشته در مورد مسئله آقای رابرت مالی. این سوال من از سناتور تیم کین هم پرسیدم حدوداً نیم ساعت پیش، هنوز فایلش رو نفرستادم واسه ایران اینترنشنال، اما آقای تیم کین سوال خیلی کوتاه جواب داد ولی خیلی مؤثر. ازشون پرسیدم راجع به این پرونده نگران هست، گفت ایشون بیشتر نگران اتهاماتی است که به رابرت مالی وارد شده است، که این به دو معنی میتونه باشه. یک، این اتهاماتی است که انقدر جدی است که یکی از سناتورهای ارشد حزب دموکرات آقای تیم کین حاضر است بگوید که براش نگران کننده است اون اتهاماتی که زده شده است با آقای رابرت مالی، یا از اون ور داستان رو باید فکر کنیم نگران هست که به ایشون تهمت زده شده است، واسه همین میگوید که نگران این داستان پرونده رابرت مالی است. و در این مورد هم امروز من وقتی با دموکرات های دیگر حرف میزدم، همشون در این زمینه سعی میکردن کمترین اطلاعات رو بدن. یعنی من با سناتورهای مختلف مثل سناتور کریس کون صحبت کردم، گفت در این زمینه هنوز اطلاعات بهش داده نشده، به روز رسانی نشده، صحبت نمیکنه. از سناتورهای دیگه پرسیدم، گفت خبر ندارن. حتی از سناتورهای جمهوری خواه هم که وقتی من از چند تاشون سوال کردم، مثل سناتور مایک رامز ابروهاش رفت بالا و تعجب کرد و این نشون میده واضحاً که وزارت امور خارجه آمریکا مدت هاست که کنگره رو در تاریکی قرار میده در مورد مسائلی که در پرونده‌ای که احتمالاً راجع به آقای رابرت مالی الان FBI داره به اون بررسی میکنه، سعی کرده کوچکترین اطلاعات رو هم به سناتورهای آمریکایی نرسونه. حرف از وزارت خارجه زدی، همین رو از سمیرا قرایی بپرسم. سمیرا، به نظر میاد که شفافیت زیادی ندارن در وزارت خارجه در مورد آنچه که در پرونده آقای مالی داره اتفاق میفته. شفافیت زیادی ندارند و در دو مرحله زمانی همین عدم شفافیت مشاهده میشه. پیش از این که این خبر منتشر بشه، ماهای مدید این مسئله رو پنهان نگه داشت وزارت خارجه، چه حالا از نیروها و کارمندهای خود این وزارتخانه که ما میدونیم که به بسیاری از اونها، حتی کسانی که اینجا کار میکنند، به اونها گفته شده که آقای مالی یک مسئله شخصی داره و به خاطر این مسئله شخصی تا حدودی دیگه اون وظایفی که در رابطه با ایران داره رو انجام نمیده، چون درگیر مسائل خودش هست. بعد از اینکه این خبر هم منتشر شد روز 8 تیر ماه، بعد از اون هم که خب دیگه همه به شکل عمومی در جریان مسائل قرار گرفتند، خب از آقای متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه در این رابطه سوال پرسیده میشه. در این 3-4 کنفرانس خبری که از اون زمان تا امروز برگزار شده، در همه این کنفرانس ها راجع به آقای مالی از اون سوال پرسیده شده، منتها میگه که جزئیات بیشتری نمیتونم بدم و بعد این جمله رو اضافه میکنه که محدودیت های وجود داره به خاطر اینکه آقای مالی جز پرسنل وزارت خارجه هست و به خاطر مسائل مربوط به حریم خصوصی و حریم شخصی او محدودیتی وجود داره و اون نمیتونه که راجع به این مسئله به راحتی صحبت بکنه. اما یک گزارشی تهران تایمز هم منتشر کرده فرداد، علاوه بر حالا CBS که بهش اشاره کردی، مسئله FBI رو که البته روز جمعه هم ما راجع به اون از وبسایت خبری سمافور شنیده بودیم، اما تهران تایمز که خب
وابسته به جمهوری اسلامی ایران هست یک مقاله‌ای رو منتشر کرده راجع به سقوط رابرت مالی، اینکه چه اتفاقی افتاد. در این مقاله جزئیات جالبی وجود داره که میگه به نقل از یک منبع آگاه این جزئیات رو دست بهش پیدا کردند. اولین نکته مهمی که وجود داره میگه که تاریخی که آقای مالی از اون زمان بهش گفتن برو خونه و اینجا نباش و در واقع به اون مرخصی با حقوق بره روز 21 ماه آوریل هست. این یعنی که حدود 2 تا 3 هفته پیش از اینکه آقای برت مکگر که مشاور آقای بایدن هست در امور خاورمیانه و کلیت مسائل مربوط به خاورمیانه در شورای امنیت ملی آمریکا رو آقای مکگر نظارت میکنه بهش، او بره به عمان. این چند هفته پیش از اون سفر آقای مکگر است و این نکته رو خب امروز اینجا من در کنفرانس خبری با آقای میلر مطرح کردم، به گزارش تهران تایمز اشاره کردم و گفتم چند تا جزئیات داره، میخوام ببینم شما آیا اینو تایید میکنید یا نه، که یکیش همین مسئله 21 ماه آوریل، آیا میتونید بگید که چه زمانی آقای ملی اون مرخصی با حقوق شروع شد یا نه، که پاسخش رو فردا فهم کنم آماده باشه با هم بشنویم. همونطور که گفتم در این باره چیز زیادی نمیتونم بگم، این یه مسئله شخصیه. قانون حفظ حریم خصوصی باعث میشه اون چه رو که میتونیم دربارش صحبت کنیم محدود باشه. با این حال میتونم بگم که راب مالی 29 جوان از انجام وظایفش به عنوان فرستاده ویژه برای ایران دست کشید. آقای مالی چند هفته قبل از اون به مرخصی رفت، اما نمیتونم بگم مشخصا چه وقتی. سمیرا قرایی و آرش علایی همچنان با ما هستند. سمیرا، این داستان موقعیت مذاکرات آمریکا رو هم پیچیده کرده، برای اینکه میدونیم هم بحث سر گروگان‌های آمریکایی در ایران هست که آقای مالی خیلی نقشی فعال در اون مورد داشت بازی میکرد و هم طبیعتاً بحث مذاکرات برای برنامه هسته ایران. همینطوره فرد، ما شاید بشه گفت که الان در یک سکوت مطلق خبری هستیم در رابطه با وضعیت زندانیان دو تابعیتی. یک جنب و جوشی به هر حال به وجود آمده بود، بحث آزادسازی اموال بلوکه شده ایران در کره جنوبی به زعم ما اون زمان یه حرکتی درش اتفاق افتاده بود و بعدم صدور یک مجموعه معافیت برای اموال ایران در عراق، پولهای حاصل از فروش برق. اون موقع هلوهوش فکر میکنم کمتر از 2 ماه پیش بود که یک مجوزی رو صادر کرد ایالات متحده که جمهوری اسلامی ایران بتونه از اون پولی که در عراق داره، فکر میکنم 2,700,000,000 دلار بود، از اون بتونه یک استفاده بکنه. البته فقط بدهی‌های خودش رو داد یا صرف اقلامی کرد که تحت تحریم، خرید اقلامی که تحت تحریم قرار نمیگیرند. اینها در واقع یک اشارتی بود به این که شاید مسئله دو تابعیت‌ها به یک جنب و جوشی افتاده باشه. اما بعدتر گزارش میدل ایست آی آمد و گفت که بحث 3 نفر بزرگتره، بحث 1 نفر 4 وجود داره و تقریبا از اون زمان که بعدش بحث آقای ملی به وجود آمد دیگه خبری راجع به دو تابعیتی ها ما نشنیدیم. میدونیم که آقای ملی یکی از وظایفش، یعنی 2 وظیفه عمده بر شانه او بود، یکی بحث هسته‌ای ایران بود یا بحث یک توافق، تفاهم، حالا هرچه اسمش رو بگذاریم در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای ایران، این بر روی یک شونش بود. شونه دیگر بحث دو تابعیتی ها بود که یک سکوت مطلق خبری ایجاد شده، اتفاق جدید، پدیده جدیدی رو ما در این چند روز نشنیدیم. گذشته حالا از اون ارزیابی که واشنگتن پست منتشر کرده بود در رابطه با اینکه جمهوری اسلامی تلاش در حال حاضر برنامه‌ای برای رسیدن یا تلاشی برای دستیابی به بمب اتم نمی‌کنه، یک گزارش مفصلی بود که خودت هم روش کار کردی. گذشته از این ما جزئیات دیگری در این چند روز نداریم به جز بحث آقای ملی که در حال حاضر بسیار داغ هست. باید ببینیم که تا چه میزان آقای برت مکگرک از شورای امنیت ملی داستان ایران رو به دست خواهد گرفت. از اون طرف هم روز دوشنبه آقای بایدن اعلام کرد که قرار بر اینه که الیوت آبرامز رو بگذاره در یکی از دفاتر مهم وزارت خارجه ایالات متحده که برمیگرده به دیپلماسی. آقای آبرامز در پایان دوران کاری آقای ترامپ نظارت بر میز ایران رو در دست داشت، پیشتر مسئول رسیدگی به امور گروگان‌ها بود در دولت آقای ترامپ، بسیار فرد شناخته شده‌ای هست در رابطه با مسائل ایران. باید ببینیم که اگر او بتونه رأی اعتماد جلب بکنه، وارد این ساختمان بشه، چقدر دخیل میشه در مسائل مربوط به ایران و آیا نبود آقای ملی آیا یک تأثیر قابل توجهی بر سیاست‌های بایدن در قبال جمهوری اسلامی ایران خواهد گذاشت یا نه. آرش، هر چقدر که وزارت خارجه آمریکا اونطور که سمیرام داره گزارش میده خیلی جوابای دیپلماتیک و کوتاه و
بدون شفافیت میدن به خبرنگاران، ولی اونجا در کنگره میدونم که دست کم نمایندگان محافظه‌کار یا جمهوری خواه به دنبال پاسخ هستند در مورد سرنوشت آقای ملی. ببینید گزارش هایی که سمیران بهش اشاره کرد و تام اشاره کرد یه خورده بذاریم کنار هم دیگه. ما سی بی اس، فاکس نیوز، سمافور، اینا گزارش هایی درست کرده بودن در مورد سرنوشت آقای رابرت ملی. یک، ما میدونیم وقتی مدیری هست در این لول، یعنی لولی که بهش میگن لول 15، مدیر رده بالاست، معاون وزیر در واقع به حساب میاد آقای رابرت ملی، اینجوری نیست که اف بی آی بره بیفته دنبال تمام مدیران 15 زوم کنه روشون ببینه اینا چی کار میکنن. اون چیزی که کارشناسان به من گفتن و در این گزارش ها ما شنیدیم این است که الان اف بی آی حتما یک شکایتی بهش تسلیم شده است، یک نفر یا یک بخشی از دولت اومده است و از آقای ملی شکایت کرده است به خاطر اون چیزی که حالا مدارک محرمانه میگوین، مدیریت مدارک محرمانه، و به خاطر همین هم هست که FBI الان اومده راجع به این پرونده داره تحقیق میکنه. دو، اون چیزی که شما اشاره کردی و سمیرا هم راجبش صحبت کرد در مورد آقای الیوت ابرام، چند روز پیش در همین برنامه تو داشتیم میگفتیم که آقای ملی یک وزنه‌ای هم در سیاست ایران نیست که حالا ما بگیم بود و نبودش خیلی فرق خواهد کرد. اولا موفقیتی نداشته از در زمینه سیاست خارجی و بعد کسایی مثل الیوت ابرامز که همون گزارش هم من اسم آوردم از ایشون، آقای الیوت ابرامز و اینکه جمهوری خواه هم هست و با اینکه محافظه‌کار هم هست از حمایت دو حزب برخوردار، احترام به این افراد میذارن. 40 سال هست که جمهوری اسلامی رو میشناسه در این زمینه و از خودش سابقه گذاشته. و بعد هم با سناتور لینزی گرام من صحبت کردم، سناتور لینزی گرام گفت من اصلا از آقای رابرت ملی از روز اولم بهش اعتماد نداشتم، ایشون بیش از اون حدی که دولت آمریکا میخواست داشت به جمهوری اسلامی آوانس میداد. و در نهایت هم با سناتور جاش هالی صحبت کردم، سناتور دیگر جمهوری خواه، که ایشون هم وقتی بهش گفتم بر اساس گزارش تهران تایمز که میگوید روز 21 آپریل که اون چیزیست که تهران تایمز بهش اشاره میکند که آقای ملی اون روز بهش گفتن که برو خانه و فعلا دیگه نیا سر کار، در واقع اگر اونجوری بخوایم حساب کنیم جلسه آخری رو که کاخ سفید برای سناتورها برگزار کرد در مورد ایران که جلسه محرمانه ای بود، اون موقع هم آقای ملی غایب بود و نه وزارت خارجه و نه دولت بایدن به سناتورها و قانونگذاران آمریکایی نگفتن که همچین اتفاقی افتاده است. وقتی اینو به سناتور جاش هالی گفتم به شدت جا خورد و در پاسخ به من چنین گفت: I think it's indicative of این بازتابی از سیاست خارجی دولت بایدن نسبت به ایرانه که به هیچ عنوان قابل درک نیست. از روز اولی که این دولت سر کار اومده سیاستهاش نسبت به ایران داره بدتر و بدتر میشه و معلوم هم نیست که به کجا ختم میشه. این خیلی توهین‌آمیزه که دولت بایدن به کنگره و مردم اطلاعات دقیقی در مورد این مسئله نمیده. اما داریم میبینیم که تهران تایمز، رسانه دولتی رژیم ایران، امروز یک مقاله با ریزترین جزئیات راجع به مرخصی رابرت مالی و شرایط پیش اومده منتشر کرده. این یک افتضاح بزرگه. بلینکن باید پاسخگو باشه. طبق تجربه من برای اون هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و هیچ کس او رو مورد سوال قرار نخواهد داد. چون اونا در مورد هیچ چیزی به ما و کنگره اطلاعاتی نمیدن. اونا هیچ وقت صادق نبودن. این یک الگوی رفتاری برای دولت بایدن. ما در مورد افغانستان، عراق، ایران و چین هم همین تجربه رو داشتیم. تا ساعت 5 سمیرا فکر میکنم چیزی میخواستی بگی، بگو. حتما فرداد، فقط نکته که فکر میکنم اینجا جا موند و نگفتیم بحث مایکل مک‌کال هست، رئیس کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان. یک نامه‌ای داده بود به وزارت خارجه، گفته بود که چه خبره، به ما جواب بدین، شفاف سازی کنید، ملی کجاست، مدارک، اسناد، شفاف سازی خواسته بود. و تا اونجایی که من میدونم و مطمئن هستم که این اتفاق امروز میفته، تا ساعت 5 عصر این ددلاین، این ضرب العجل بود. الان هولوش 1 ساعت و ربع دیگه مانده و مطمئنن وزارت خارجه امروز جواب آقای مک‌کال رو خواهد داد. نمیدونیم چقدر محتویات جواب وزارت خارجه عمومی بشه، ولی اون میتونه خیلی راهگشا باشه در این که ببینیم چه اتفاقی در رابطه با آقای ملی افتاده. ممنونم از هر دوی شما، سمیرا قرایی در وزارت خارجه و آرش علایی در کنگره آمریکا.